برام خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 6 خوش آمدید. امروز چهارشنبه 19 جدی سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 9 جنوری سال 2019 میلادی. در نخست سرخط چند خبر مهم: چهارمین سفر زلمه خلیلزاد به کشورهای منطقه، انتقاد از نقض 4 مورد قانون اساسی کشور از سوی حکومت، تلاش‌ها برای ایجاد صنف‌های محلی از بهر رفتن 3 میلیون کودک به مکتب، ایجاد سومین دهلیز هوایی افغانستان به اروپا، و متهم شدن وزیر پیشین انرژی اسرائیل به جاسوسی برای ایران. مشروع خبرها. نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان چهارمین دور سفرهایش را دیروز به منطقه آغاز کرد. بر بنیاد خبرنامه وزارت خارجه آمریکا، آقای خلیلزاد از 8 تا 21 ماه روان میلادی به کشورهای هند، چین، افغانستان و پاکستان سفر می کند. از سوی هم دبیر شورای عالی صلح در دیدار با مقامهای پاکستانی از آنان خواسته است که گامهای عملی را در روند صلح برداشته و نشست میان علمای افغانستان و پاکستان را در مورد صلح برگزار کنند. اما رئیس اجرا می گوید که هیچ تغییری در موقف طالبان و کشورهای حامی آنان نیامده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان دیروز سفرهای دوره‌ایش را برای نوروز آغاز کرد. بر بنیاد خبرنامه وزارت خارجه آمریکا، آقای خلیلزاد در این دور به هند، چین، افغانستان و پاکستان سفر می کند. زلمه خلیلزاد می خواهد که تلاش های صلح افغانستان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نتیجه دهد و به همین منظور در این دوره سفرهایش با مقام های ارشد دولتی کشورهای هند، چین و پاکستان برای تسهیل روند صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد و آمریکا هرگز افغانستان را به حیث بستر برای هراس افغانان بین المللی نخواهد گذاشت. از سوی هم دبیر شورای عالی صلح دیروز در دیدار با وزیر خارجه پاکستان از آن کشور خواستار برداشتن گامهای عملی در روند صلح شد و همچنان در دیدار با مولانا فضل رحمان رئیس جمعیت اسلامی علمای پاکستان خواست تا نشست مشترک علمای افغانستان و پاکستان را در مورد روند صلح افغانستان برگزار نماید. حداقل گام های عملی در رابطه و اعتماد سازی بین افغانستان و پاکستان در پروسه صلح افغانستان دولت پاکستان، رهبران سیاسی پاکستان و نهادهای قانونی پاکستان بردارن. چیزهایی بود که تا به حال بحث شده. امروز محمد عمر داودزی دبیر شورای عالی صلح با قمر جاوید باجور رئیس ستاد ارتش پاکستان دیدار خواهد کرد، با آنکه اعضای مجلس نمایندگان از این تلاش‌های صلح‌جویانه ستایش می‌کنند، اما تاکید می‌کنند تا زمانی که نشست رو در رو در میان طالبان و حکومت افغانستان برگزار نشود، این تلاش‌ها نتیجه نخواهد داد. تأثیر عمده و اساسی در وقت به دست می به وجود میاد که اونا رو در رو نشست داشته باشد. در همین حال رئیس اجرای حکومت میگوید هیچ تغییر در موقف طالبان و کشورهای حامی آن رونما نشده است. هیچ تغییر تا به امروز الا یکی در روی میز مذاکره دیده شود در موقف طالبان نامده، هیچ تغییر نامده و او کشوری هم که از او حمایت میکنه متاسفانه تا به حال تغییر را ما شاهد نبودیم. گفتنیز گزارش های نشر شده بود که قرار است امروز دور چهارم دیدار طالبان و امریکا در قطر انجام شود، اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع طالبان گزارش کرده است که امریکایی ها تاکید کرده بودند که در این نشست طالبان باید با هیئت حکومت افغانستان دیدار کرده و در سال 2019 آتش بس احتمالی را اعلام کنند که این خواست ها با مخالفت طالبان روبرو شده و این نشست به تعویق افتاد. همزمان با این روزنامه تایمز آف اندیا به نقل از برخی مقامهای ایرانی گفته است اگر هند علاقمند گفتگو با طالبان باشد، تهران آماده است با استفاده از نفوذش نمایندگان طالبان را با هند بنشاند. از سوی هم رئیس جرامی افزاید اگر کشورهای دنیا جایگاه و مقام افغانستان را در روند گفتگوهای صلح زیر پرسش ببرند و در غیاب دولت با طالبان گفتگو کنند، این کار خلاف منافع ملی بوده و نتیجه بخش نیست.
جگری ایران با کشورهای منطقه از بر انجام گفتگوهای صلح با طالبان. همزمان با سفر وزیر خارجه ایران به دهلی جدید و دیدارش با مقامهای اندی، در تازه ترین مورد مقامهای ایرانی به روزنامه تایمز آف اندیا گفتند که تهران حاضر است تا از نفوذی که بر طالبان دارد به سود هند استفاده کند. حالا برخی از نمایندگان مجلس از سیاست کشورهایی که با طالبان تماس دارند و از اینکه حاضر نیستند فشار بر طالبان وارد کنند تا با حکومت بنشینند انتقاد می کنند. به هیبت الله و آخوندهای کلانتان بگوین که ایران و روسیه بعد از برآمدن امریکا دیگه شما را کمک نمی کنند. جنگ افغانستان طولانی نسازید، ملت تا را تباه نکنید. که امریکا دزیبه، که روس دزیبه، که چین ده، که پاکستان ده، طول بزی مسئله ده افغانان و ترمن زده، باید طالبان افغانان ده صلح پا مسائلو که او افغان حکومت شامل که. در پی تلاش‌های جامعه جهانی و کشورهای منطقه برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان، رئیس اجرایی هر گونه گفتگوی صلح کشورهای دنیا را که در غیاب دولت افغانستان باشد خلاف منافع ملی پنداشته و آن را نتیجه بخش نمی‌داند. احترام به موقعیت و مقام دولت و احترام متقابل به اساس قوانین بین المللی و روابط همسایگی نیک و به این که کسایی را که با ما در جنگ هستند پناه ندادن، از اونا حمایت نکردن، این ابتدایی ترین حق یک دولت و یک مردم است. در دو هفته پسین گزارش ها از نزدیک شدن روابط میان تهران و طالبان بیشتر به نشر می رسد. حالا معاون رئیس جمهوری ایران در گفتگو با یورونیوز گفته است که این تماس از بهر کمک برای تامین صلح و ثبات در افغانستان است. دولت افغانستان دولت دوست ماست. ما با دولت افغانستان ارتباط بسیار خوبی داریم، از دولت افغانستان همواره در همه زمینه‌ها حمایت کردیم. هر گفتگویی که انجام بگیره حتما در راستای این خواهد بود که منافع دولت افغانستان و با اطلاع دولت افغانستان در اون رعایت بشه. در سوی دیگر با وجود تلاش کشورهای منطقه برای انجام گفتگوی رو در رو میان طالبان و حکومت، هنوز این گروه حاضر نشده تا با حکومت افغانستان مذاکره نماید. رئیس اجرائیه چون این تصمیم طالبان را نوی لجاجت آنان می داند. متاسفانه امی روش امروز هم استفاده می شه. ببینین با لجاجت، با قبول مسئولیت جنایت های نابخشودنی با هر معیار و اصولی که روش شما بحث بکنین، میگن ما با اینمی دولت افغانستان صحبت نمی کن. حال که نماینده کی است که می باشد در روجه بایت مذاکره کیست چی؟ به صورت کل. در حال رسانه های هندی این موضوع را نشر کردند که به تازگی یک پژوهشگر ایتالیایی که تحقیقات زیادی در مورد طالبان انجام داده در مورد شورای طالبان در مشهد گفته است که شورای مشهد از پشتیبانی سپاه پاسداران ایران برخوردار می باشد. ارتش ایالات متحده آمریکا در حال طرح‌ریزی خروج شمار معدودی از سربازان آمریکایی از افغانستان است. مقام‌های آمریکایی که نخواستند از آنها نام گرفته شود به روزنامه واشنگتن پست گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هنوز هم خواهان خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان است، اما مشاوران نظامی او را قانع ساختند که کاهش تدریجی سربازان در حال حاضر مناسب تر است. این مقام‌ها تصریح کردند که هنوز هم این تصمیم نهایی نشده است، اما با وجود که شمار دقیق کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان روشن نشده، اما مقام‌های آمریکایی گفتند که شاید 3500 نظامی از این کشور خارج شوند. توافق‌های سیاسی نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری نقض قانون اساسی است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان می‌افزایند برخی از نامزدان احتمالی با توافق‌های سیاسی تلاش می‌کنند افراد با نفوذ را در تکت‌های انتخاباتی شریک سازند و این کار زیر پا ساختن قانون اساسی است. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید هیچ نامزد احتمالی حق توافق‌های سیاسی خلاف قانون را ندارد. خالد نکزاد. در حالی که تلاش چهره‌های برجسته سیاسی برای ایجاد تکت‌های انتخاباتی قوی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ادامه دارد، در این میان نگرانی‌های نسبت به نقض قانون اساسی از سوی نامزدان احتمالی
وجود دارد. شماره از اعضای مجلس نمایندگان میگویند برخی از این نامزدان با توافقهای سیاسی میکوشند تا افراد با نفوذ را برای به دست آوردن آرای بیشتر در انتخابات مشمول تکت انتخاباتیشان نمایند و انجام توافقهای سیاسی پیش از برگزاری انتخابات خلاف قانون اساسی است. اگر تکت انتخاباتی بیاید که به اصطلاح پیش از برگزاری انتخابات روی این موضوعات توافقات با انجام بده که اگر ما برنده شدم به عنوان رئیس جمهور بعد از باز ریاست اجرایی به شما میدیم، یعنی خلاف قانون اساسی است. برای مردم افغانستان طرحی که مغایر قانون اساسی باشه قابل پذیرش نیست. قانون اساسی یک وثیقه ملی است. بر بنیاد قانون اساسی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تنها حق دارند تا دو معاون داشته باشند، اما اخیراً گزارش‌های منتشر شده است که گویا شماره از نامزدان احتمالی در تلاش ایجاد معاونیت سوم و ملغا نشدن ریاست اجرایه در حکومت آینده اند. هیچ کاندید در ریاست جمهوری باید دست یو کارونه که چه اغا در افغانستان پا اساسی قانون بانی معامله ای باید اساسی قانون مطابق دیلار شی ثبت نامو که در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید بر بنیاد قانون اساسی هیچ نامزد انتخابات ریاست جمهوری حق ندارد تا بیشتر از دو معاون داشته باشد. در قانون پیش بینی شده هر کسی که می ثبت نام میکنه همراه دو معاون، او کسایی که با سه معاون نمیگیره چهار معاون نمیگیره در چوکات قانون شامل نیست. او باز میتونه که در آینده اگر رئیس جمهور هم شوه او مراحل خود داره که چطور در قانون تغییرات بیاره در قانون اساسی در قانون انتخابات. این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که تا اکنون دو تن به حیث نامزد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ثبت نام کردند و بر بنیاد گزارش ها قرار است تا چند روز دیگر نامزدان بیشتری برای کسب کرسی ریاست جمهوری ثبت نام نمایند. در 14 مورد قانون اساسی کشور سوی حکومت وحدت ملی نقض شده است. تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دوام کار وزیران سرپرست و مجلس نمایندگان و تصویب نکردن خطوط اساسی دولت از مهمترین موارد است که حکومتان را نقض کرده است. اما رئیس اجرا میگوید تأخیر انتخابات ریاست جمهوری که نقض قانون اساسی است بر بنیاد مصلحت سیاسی انجام شده است. قانون اساسی سند ملی که بارها از سوی حکومت و شهروندان نقض شده است. حالا کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید در 14 مورد قانون اساسی از سوی حکومت نقض شده است. تأخیر انتخابات ریاست جمهوری، برگزاری انتخابات پارلمانی با تأخیر و تعدیل واحدهای اداری بر اساس فرمان تقنینی مهمترین موارد است که به حیث نقض ماده های 61, 82, 64, 90, 129 و سایر ماده های دیگر این قانون دانسته می شود. کوتاهی در اجرای خدمت به اتباع کشور که از نقض مواد قانون اساسی شاکیان ناشی از قیوداتی است که در قانون کمیسیون گنجانیده شده. نقض فقره دوم ماده 61 قانون اساسی در خصوص به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری. اما اتحادیه حقوق دانان میگوید در دوران حکومت وحدت ملی 90% ماده های قانون اساسی کشور نقض شده است. 90% قانون اساسی افغانستان امروز نقض شده. او یک دوسی مواردی که منافی یک تعدادی است که ارتباط به دولت نداره او بجا مونده باشه. ولی پاسخ حکومت در برابر ادعاهای نقض قانون اساسی این گونه است. یه خدر هم گفتم میتونم که حداقل در این موردی که حکومت وحدت ملی مسئولیت داره تأخیر چند ماه در انتخابات بر اساس یک مصلحت سیاسی صورت نگرفت. قانون اساسی افغانستان دارای 12 فصل و 162 ماده است که 15 سال پیش از سوی لوی جرگه قانون اساسی تصویب شد. اما بارها بر این است که این قانون نیاز جدی به تعدیل دارد و باید بر بنیاد نیازمندی های روز تعدیل شود. وقفه کوتاه و برمیگردیم. ادامه خبرها. سومین دهلیز هوایی افغانستان به اروپا از فرودگاه بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف گشایش یافت. مقام های وزارت صنعت و تجارت ایجاد دهلیزهای هوایی را در توسعه صادرات و بهبود اقتصاد کشور سودمند می دانند. طاهر صدید از مزار شریف.
در نخستین پرواز از دهلیز هوایی فرودگاه بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی از مزار شریف 5 تن میوه خشک به ترکیه و سپس به انگلستان صادر خواهد شد. مقام های وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگویند از سال 2017 میلادی تا اکنون 15 قلم فراورده های داخلی به ارزش بیش از 100 میلیون دلار به 6 کشور جهان صادر شده است. مصرف که برای تجار به این قسمت به اونا متقبل شدن فقط 20% از مجموع مصرف عمومی بوده که در مقابل از این البته این 20% و 19% در حدود بیشتر از 1.5 میلیون دلار می باشن که برای تجار ما اینا این مصرف متقبل شدن، اما در مقابل ارزش بیشتر از 100 میلیون دلار اینا به دست آوردن. مسئولان اتاق تجارت و صنایع بلخ گشایش دهلیز هوایی را گام مؤثر برای رشد تولیدات داخلی و نیز معرفی این فراورده ها به کشورهای منطقه و اروپا می دانند. جامعه تجاری بلخ این گام ارزنده را که بالای سر تلاش های جلد ما رئیس صاحب جمهور اسلامی افغانستان و پالیسی های خوب حکومت وحدت ملی جهت رشد و انکشاف صادرات کشور برداشته شده را به فال نیک گرفتند، آرزومندیم تا این روند ادامه داشته. اداره محلی بلخ نیز از گشایش دهلیز هوایی بلخ استقبال کرده و آن را در بهبود اقتصاد صنعتکاران و کشاورزان در شمال کشور سودمند می دانند. امیدوار هستم که تجار ملی ما اقلام را که می خواهند که به کشورهای دوست ترکیه و اروپا از طریق دهلیز هوایی روان بکنند یک سهولت بسیار خوبی برشان است. از یک سال به این سو 5400 تن فراورده های داخلی مشمول میوه خشک، میوه تازه، گیاه طبی هنگ، قالین، پوست قرقل و زعفران در 425 پرواز به کشورهای خارجی صادر شده است. قرارداد ساخت 4 پروژه بزرگ جاده سازی با شرکت های خصوصی داخلی امضا شد. این پروژه ها که مشمول ساخت جاده دوم کابل پروان، ولسوالی گرشک نوزاد، جاده های داخلی شهر ننگرهار و خست می باشد، به هزینه بیش از 2 میلیارد افغانی از بودجه حکومت افغانستان و بانک جهانی عملی می شود. وقفه کوتاه. گفتی وقفه، وقفه گفتی. انانس ندادی، یادت رفته. خبرهای جهان. روسیه گفته است که آماده گفتگو با آمریکا درباره تمدید معاهده منع گسترش موشک‌های میان برد است. و گزارش خبرگزاری ریوترز، سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه افزوده است اگر آمریکا حاضر باشد که فردا گفتگوها را در این باره آغاز کند، ما نیز آماده خواهیم بود. این معاهده در جریان جنگ سرد میان دو کشور امضا شده بود. وزارت دادگستری اسرائیل گفته است که یک وزیر پیشین آن کشور اعتراف کرده است که به ایران جاسوسی می کرده است. با گزارش خبرگزاری ریوترز، گونن سگف که از سال 1995 تا سال 1996 وزیر انرژی اسرائیل بود، در ماه جون سال گذشته میلادی متهم به جاسوسی برای ایران شد. او گفته است که در آن سالها زمانی که در نایجیریا بود، از سوی نهادهای اطلاعاتی ایران استخدام شد و برای آنان جاسوسی می کرد. یک نهاد پژوهشی در آمریکا گفته است که میزان گسترش گاز کاربن دی اکسید در آن کشور 3.4% افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش ها، دریافته های نهاد پژوهشی موسوم به رودیوم آماده است که افزایش سرسام‌آور گاز کاربن در 8 سال گذشته بی پیشینه بوده است. حکومت آمریکا بر بنیاد تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور، قصد خروج از توافق اقلیمی پاریس در سال 2020 را دارد و دولت او به بسیاری از تدابیر حفظ محیط زیستی پایان داده است. و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز از چین به کشورش برگشت. با گزارش خبرگزاری ترز، آقای کیم با شی جی پنگ رئیس جمهوری چین دیدار داشته است. تاکنون جزئیات درباره دیدار رهبران دو کشور گزارش نشده است، اما گاهان انگیزه این سفر را تبادل نظر رهبران دو کشور در آستانه دیدار رهبر کره شمالی و رئیس جمهوری امریکا دانسته است.
و رسیدیم به پایان برنامه خبری این ساعت. ممنون از همراهیتان. شب شما خوش. خدا نگهدار.